برگزاری دومین نشست روند کابل. دومین نشست روند کابل امروز با حضور نمایندگان در حدود 25 کشور با سه سازمان جهانی در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی در این نشست از بحر گفتگو با طالبان پیشنهادهای مشخص را مطرح کرد. دور ساختن پیش شرط ها در گفتگوها، صدور گزارنامه با آزادی سفر به طالبان و کمک کابل برای از میان برداشتن تحریم ها بخش و عمده این پیشنهادها هستند. نماینده ویژه آلمان بسته پیشنهادی حکومت افغانستان را یک گام جلوتر به سوی صلح میداند و میگوید که کشورش در این گفتگوها میتواند تسهیلات را فراهم بسازد. آلمان برای یک نشست دیگر بون برلین و جاهای دیگر را پیشنهاد میکند. رئیس جمهور غنی در این نشست بر ایجاد یک اجماع میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان در کار مبارزه با هراس افغانی تاکید میبرزد و میگوید که بر کشورهای پشتیبان هراس افغانان شرایط ویژه وضع گردد. سرویس خبری امشب بیشتر ویژه گزارش ها درباره نشست کابل است. دومین نشست روند کابل درباره صلح و امنیت با حضور نمایندگان 25 کشور و 3 سازمان بین المللی در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی در این نشست افغانستان را با تهدید رو به افزایش هراس افغانی روبرو می داند. تهدید عصر ما موج پنجم خشونت های سیاسی و تروریسم بین المللی است. ما با این دشمن روبرو هستیم. این دشمن شبکه های هراس افغان فرامرزی، فراملی و سازمان های جنایتکار فراملی هستند. این تهدید نه تنها این که واضح است، متاسفانه که رو به افزایش و بیمرز است. برای دوستان و همسایگان خود در منطقه می گوییم. ما گزینه جز کار مشترک، تبادل معلومات استخباراتی، هماهنگی و اقدام عملی در برابر هراس افغانی بدون در نظر داشت وابستگی ها و انگیزه های آنان نداریم. تنها محکوم کردن کافی نیست. ما نیازمند استفاده بهتر از قوانین بین المللی و قوانین انسانی برای کشانیدن جنایتکاران و عاملان جرایم در هر جای که هستند به دادگاه هستیم. رئیس جمهور میگوید که کشورهای منطقه و جهان باید گامهای مشترک و هماهنگ برای مبارزه با هراس افغانی بردارند. مبارزه با هراس افغانی بین المللی را باید به گونه یک سیستم توسعه دهیم که توسط آن شبکه های هراس افغان جهانی را تقسیم بندی کنیم و به کشورهای عامی تروریسم شرایط وضع شود. حکومت افغانستان، طالبان، داعشیان حقانی، لشکر طیبه و دیگر گروه های هراس افغان را با همدیگر مرتبط و در حال رشد در افغانستان و منطقه می داند. این نشست یک فرصت خوب برای همه ما است. اینکه یک اجماع بین المللی را تامین نماییم. اینکه چگونه با شبکه های جنایتکار و هراس افغانان مبارزه کنیم و آنان را شکست بدهیم. این تهدید در برابر امنیت ملی ما و منافع اقتصادی ما است. نه تنها در برابر ما بل در برابر منافع اقتصادی کشورهای دیگر است. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را در خط نخست یک جنگ پیچیده با هراس افغانان روبرو می داند و می گوید که 6 تا 8 هزار هراس افغان خارجی در افغانستان حضور دارند و آنان میان افغانستان و بخش هایی از جنوب آسیا و خاورمیانه در رفت و آمد هستند. در 2.5 سال گذشته شمار زیادی هراس افغانان خارجی را گرفتار کردیم که مربوط به برخی از کشورهای منطقه بودند. نام کشورها را نمیگیریم، اما اینان در عملیاتهای ما دستگیر شدند و این پیچیدگی جنگ را در افغانستان نشان میدهد. طالبان و دیگر شبکه های هراس افغان از مواد مخدر در افغانستان سالانه 2.5 میلیارد دلار نفع میبرند و شبکه های منطقه ای هراس افغان نیز 2.5 میلیارد دلار از این پدیده نفع میبرند و در عملیات هایشان از آن کار میگیرند. در این نشست نمایندگانی از کشورهای منطقه نیز حضور دارند، اما از روسیه سفیر این کشور در کابل در این نشست شرکت کرده است. نخستین نشست روند کابل در ماه جوزای امسال برگزار شده بود. حکومت افغانستان از بحر گفتگو با طالبان پیشنهادهای مشخص را مطرح کرد. دور ساختن پیش شرط ها، صدور گزارنامه و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل برای از میان برداشتن تحریم های جهانی در برابر سران این گروه بخش های عمده این پیشنهادها را می سازند. در همین حال منابع به تورنیوز می گویند که حکومت افغانستان پس از مطرح کردن این پیشنهادها منتظر پاسخ طالبان خواهند ماند و اگر در تابستان سال آینده فعالیت های جنگی طالبان باز هم ادامه یابند، کابل و جامعه جهانی تصمیم های دیگر خواهند گرفت. تمیم حمید گزارش می دهد.
سرانجام حکومت افغانستان در نشست کابل چگونگی گفتگو با طالبان را با شرکت کنندگان این نشست به بحث گذاشت؟ موقت ملی حکومت په استازی توب طالبانو تا د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تأمین او مسئول وي. و اما کلیدی ترین پیشنهادهای حکومت از بر انجام گفتگوها با طالبان کدام هستند؟ اول یک روند سیاسی، آتش بس شناخت طالبان به عنوان حزب سیاسی. دوم یک چارچوب قانونی، بازنگری قانون اساسی بر بنیاد قانون، عدالت، تطبیق قوانین، رهایی زندانیان و دور ساختن نام ها از فهرست تحریم ها. سوم سازماندهی مجدد نهادهای دولت، حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بیجاشدگان داخلی. چهارم امنیت، تامین امنیت برای تمامی شهروندان و کسانی که آشتی می خواهند. پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی، رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی عامه، مبارزه با فساد، برنامه‌های ملی اشتغالزایی، ادغام مجدد جنگجویان سابق و مهاجرین. ششم حمایت و مشارکت جامعه بین المللی، حمایت مالی دیپلماتیک، حذف تحریم‌ها و وضعیت جنگجویان خارجی. هفتم روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت. فراگیر بودن در ایجاد صلح بنیادین است. از همین رو هر افغان یک عنصر کلیدی است و باید بخشی از راه حل باشد. آواز هر افغان باید شنیده شود. هیچ کسی نباید کنار گذاشته شود. هر آواز مهم است. پشتیبانی جامعه جهانی از این طرح پیشنهادی سال و نیز تلاش‌های همگانی برای قانع ساختن پاکستان برای حاضر شدن به گفتگوهای دولت و دولت از پیشنهادهای دیگر حکومت افغانستان هستند. در طرح پیشنهادی حکومت آمده است که اگر طالبان به این پیشنهادها پاسخ مثبت بدهند، شورای عالی سال با حمایت یک گروه مسلکی حکومت، گروه دیگری را برای انجام گفتگوهای سال معرفی خواهد کرد. محل برگزاری نشست‌های مقدماتی با طالبان کابل گفته شده است. ولی گزینه‌های دیگر چون کشور برای اسلامی بی‌طرف، یکی از دفترهای سازمان ملل متحد و یا هم کشور سوم می توانند گواهی این گفتگوها شوند. در این حال نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان می گوید که کشورش برای گفتگوهای صلح می تواند تسهیلات را فراهم سازد و می گوید که این کشور می تواند برای یک نشست دیگر بان برلین و جاهای دیگر را پیشنهاد کند. از سوی دیگر نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان می گوید که هیچ دولت در منطقه نباید هراس افغانان را پناه بدهد و کار را انجام دهد که راه رسیدن به صلح را متاثر بسازد. معین سیاسی وزارت امور خارجه با انتقاد از سیاست‌های دوگانه پاکستان می گوید که پاکستان نباید از نیروهای نیابتی برای حفظ منافعش در افغانستان کار بگیرد. در این باره کریم امینی گزارش دارد. نمایندگان ویژه آلمان و بریتانیا برای افغانستان، پاکستان و نیز معین سیاسی وزارت خارجه کشور در برنامه ویژه تولونیوس درباره صلح تنها گزینه برای رسیدن به صلح را راه حل سیاسی می دانند. نماینده ویژه آلمان می گوید که آلمان می تواند برای انجام گفتگوهای صلح تسهیلاتی را فراهم بسازد. ما می توانیم برای ادامه این روند تسهیلات فراهم سازیم. ما می توانیم راهکارهای گفتگو را پشتیبانی کنیم. ما می توانیم برای هر دو طرف مربیگری کنیم. ما می توانیم برلین و پترزبورگ و یا بن به حیث جاهایی برای یک نشست پیشنهاد کنیم. در این برنامه نقش پاکستان در کشانیدن طالبان به میز گفتگو و پایان یافتن خشونت‌ها در افغانستان نیز مطرح شد. می‌خوام بگویم که هیچ دولتی در این منطقه نباید هراس افغانان را پناه بدهد. هیچ دولتی در این منطقه نباید کاری را انجام دهد که راه رسیدن به صلح را متاثر بسازد. در این میان معین سیاسی وزارت خارجه کشور میگوید که راهبرد پاکستان درباره افغانستان هنوز هم تغییر نکرده است. ما از پاکستان یک خواهش داشتیم. آن این بود که با افغانستان به گونه یک دولت رفتار کنید. اگر شما خواستهای قانونی دارید با دولت گفتگو کنید تا به خواستهای قانونی شما رسیدگی کند. از نیروهای نیابتی برای تامین منافعتان کار نگیرید.
معین سیاسی وزارت امور خارجه میگوید که افغانستان تا کنون هیچ تغییر راهبردی را احساس نکرده است که پاکستان برای جلوگیری از کاربرد نیروهای نیابتی در افغانستان کاری کرده باشد و به باور این مقام حکومت پاکستان به گونه دوامدار از این نیروها کار میگیرد. این برنامه ساعت 9 امشب از تولو نیوز پخش می شود. ادامه خبرها. فشار نظامی بر طالبان، فشار اجتماعی و بر حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات و نیز فشار سیاسی بر پاکستان سه گزینه واشنگتن برای پیروزی در جنگ افغانستان هستند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا می گوید که از این میان افزایش فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان باعث شدند تا این کشور از خود نشانه های خوب برای اقدام در برابر طالبان و شبکه حقانی نشان دهند. در این حال این جنرال بلندپای آمریکایی می گوید که روسیه و ایران می کوشند تا حضور نظامی آمریکا را در افغانستان متاثر سازند. فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در سخنان به کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس نمایندگان این کشور تاکید می‌ورزد که هدف واشنگتن در سال روان میلادی شکست بن‌بست در جنگ افغانستان است. ما بخشی از منابع من را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال می‌دهیم، به شیوه‌ای که فشار را بر گروه داعش در آن کشور نیز نگه داریم و سوی هم بن‌بست جنگ را در افغانستان بشکنیم. ایالات متحده برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوها سه گزینه را کنون در پیش گرفته است. آنچه ما اکنون در افغانستان انجام می دهیم این است تا روند صلح به پیش برود. این رویکرد ما متفاوت از رویکرد گذشته است، چرا که ما نه تنها فشار نظامی را وضع می کنیم بلکه فشار اجتماعی را نیز با انجام کارهای حکومت افغانستان وضع می نماییم. یکی از این کارها برگزاری انتخابات معتبر پارلمانی در سال روان و انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است و نیز فشارهای سیاسی و منطقه‌ای را از جمله بر پاکستان وضع می نماییم. از این سه گزینه برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوها کار گرفته می شوند. ایالات متحده از 16 سال به این سو در افغانستان درگیر است و دشوار است که گفته شود ما چه دستاورد داشته ایم. بر بنیاد راهبرد تازه شمار نیروهای ما در آن کشور به بیش از 14,000 تن افزایش یافته است. با وجود سرمایه گذاری هنگفت جانی و مالی نشانه های روشن از پیشرفت دیده نمی شوند. جنرال ووتال هرچند از آن چه نشانه های مثبت همکاری پاکستان برای نابودسازی پناهگاه های امن هراس افغانان در آن کشور یاد می کند، اما از سوی دیگر روسیه و ایران را برای تلاش برای تضعیف حضور نظامی آمریکا در افغانستان متهم می سازد. جرم های جنایی چگونه تحقیق و بررسی می شوند؟ یک روز کار کارمندان جنایی که در محل رویداد جرم را بررسی می کنند چگونه می گذارد؟ در این گزارش صمیم فرامرز کار یک روزه بانوی را که به تصویر کشیده است که نخستین تحقیقگر و بررسی کننده صحنه های جرم در ولایت هرات است. روزی که با خبرهای قتل و دزدی و گونه های دیگر جرم های جنایی آغاز می شود، این روزمرگی پلیس است که پس از هر رویداد جنایی بر ردیابی جنایتکاران می پردازد. روزمرگی تنها زنی که پا به پای گروهی از مردان تا دورترین بخش ها می رود. امروز برای بررسی یکی از پیچیده ترین رویدادها روانه ولسوالی کرخ در شرق هرات شدند. یک واقع قتل شده به ولسوالی کرخ که امرای مدیر صیب جنایی و پرسنل بررسی محل واقع به طرف واقع می رود. اهالی کرخ شوکه هستند. نیمه های شب سیلاب باران جسد را لب رودخانه کشانید است. مرضیه و همکارانش خودشان را به محل می رسانند. رویداد بسیار وحشتناک است. جسد را شب گذشته از کنار زیاب ها پیدا کردند. دو دست و دو پای و سر جسد قطع است. ساعت ها پرس و پال، ساعت ها تحقیق و بازجویی. بیخی این منطقه بوی بگیرفته، بوی همی جسده.
رویداد بسیار وحشتناک بود. بخی خیلی یک رویدادی که اصلا فکر نمیکردیم همچین جای همینطور جسدی به می حالت قرار گرفته باشه. خانواده کشته شده سنتی است و این چیز است که بودن مرضیه در کنار این همه مرد را لازم و ضروری می سازد. اما کار مرضیه و همکارانش در اینجا پایان نمی یابد. اکنون باید به جستجوی اعضای قتل شده مقتول بپردازند تا شواهد و مدارک بسنده گرد بیاورند و جسد او را در طب عدلی بررسی کنند. واقعا ولی خب بازم من با همی چادر همیشه به هر وظیفه همیشه آماده شدم و هستم. خب این چادری مانع من نمیشه که من نتونم همراه برادران خود در وظایف آماده شم. مرضی از 6 سال بدین سو در صف پلیس هرات وظیفه اجرا میکند و 6 ماه میشود که با صحنه های جرم سر و کار دارد. وی در این زمینه بگونی دوامدار آموزش میبیند و رفته رفته آماده میشود تا بانوان دیگر را آموزش بدهد. ادامه خبرهای داخلی لحظات بعد تقدیمتان میشود. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. امروز 9 ماه هوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. سربازان پلیس که روزانه در داخل شهر برای ایستای بازرسی و تامین امنیت در شهر کابل جای وظیفه می کنند، کارشان را دشوار و نیازمند حوصله‌مندی شهروندان کشور می دانند. نبیل اشرفی گزارش می دهد. یکی از ایستهای بازرسی حوزه 4 کابل است. غلام دستگیر از ساعت 6 صبح مامور نظارت و بازرسی از موترهایی است که از این جاده می‌گذرند. این سرباز می‌گوید که آنچی را که برایش دستور داده می‌شود در جریان 12 ساعت ماموریتش با تنفس گرد و خاک تلاش می‌کند که درست انجام بدهد. با هر گروه مردم سر می‌خوریم. وقتی که ما بفهمیم که اینمی آدم آدم خلاف از یا دزد است یا قاتل است یا خطرناک است، با مقابل از او همونطور برخورد میکنیم که چیزی را قانون حکم کرده. این سربازان که مسئول بازرسی در این ساحه هستند میگن که مسئولان که قانون را بر همگان یکسان عملی سازند. زیادتر مردم بسیار عصبانی میشه اگر یک چیز پرسان کنه، مثلا اسناد موتر پرسان کنه یا که چوبی قانونی که دی یا که پارچه برشان می تصابونی میشه. او مشکل بسیار مشکل جدی است، نباید مردم مای کار کنه. محمد اصغر 8 سال تجربه تاکسیرانی را در داخل شهر کابل دارد. این مرد میگوید که بارها دیده است که مردم همکاری نزدیک با نیروهای پلیس نداشتند. دریورای است که مثال در چک پوینت ها ایستاد میکنه پلیس ایستاد میکنه، اونها ایستاد نمیکنن، گوشه میکنه وقتی که متوجه شد برای میگروزن. اما شماره از شهروندان نیز از چگونگی برخورد شماره از نیروهای امنیتی به ویژه پلیس با مردم خوشنود نیستند. جایی که میریم ساد میکنن به خاطر تلاشی و میبینن بعض کسایشون درست روی درست نمیکنن، میخواین که برشان دلیل بگوین دلیلم نمیشنون، بسیار رو تو روی زشت با مردم میکنن دیگه. باید یک سرباز یک وطن باید به این شکل نباشه. امروز که 9 ماه هود روز ملی نیروهای امنیتی است، مردم از خدمات و فداکاری های نیروهای امنیتی در سراسر کشور یاد میکنند. شما میبینین فضا را، خاک را میبینین، همه این به خاطر مردم است و این یک ضرورت است که ما بیرون شدیم. پس ما خواهش میکنم از مردم ما که در کنار نیروهای امنیتیشان بخصوص در کنار پلیس ملیشان باشند تا اینکه ما از طریق مردم بتوانیم تامین امنیت بهتر بکنیم. کابینه حکومت سال پار 9 ماه هود را به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصویب کرد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
رئیس جمهور غنی در دومین نشست روند کابل راه اندازی پروژه های بزرگ منطقه ای مانند تاپی را در افغانستان برای ثبات افغانستان و منطقه مهم میداند. رئیس جمهور غنی میگوید که این پروژه ها اعتماد، یگانگی و همدردی را میان شهروندان کشور بیشتر ساخته است. وی با قدردانی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای میانه از بهر همکاری های اقتصادی با افغانستان میگوید که افغانستان موقف خودش را به مثابه شاهراه ترانزیت در منطقه حفظ خواهد کرد. ایدر شاه امید گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی در دومین نشست روند کابل با قدردانی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای میانه میگوید که حکومت وحدت ملی تلاش می کند که برای توسعه روابط اقتصادی با چین و روسیه نیز کار کند. وی پروژه تاپی را نمونه از همکاری ها میان افغانستان و همسایگانان می داند. پروژه های جدید منطقوی همان موقعیت افغانستان را که باعث یک چالش مطرح بود به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است. در همین حال شمار از آگاهان امور اقتصادی میگویند که پروژه های بزرگ اقتصادی زمینه ها را برای جلب حمایت مردم از برنامه های حکومت فراهم ساخته است. از مناطق پروژه تاپی میگذره، اگر مردم همکاری های خوبی را داشته باشه میتونه بخش اعظم از امنیت را تامین بکنه، میتونه سهولت های بسیار زیاد را فراهم کنه، عملا میتونن در پروسه سهم بگیرن. شورای عالی صنایع میگوید که هرچند بخش تولید در کشور با چالش های بسیار روبرو است، اما اراده برای حل این چالش ها در حکومت به میان آمده است. ما میبینیم که در شورای عالی اقتصادی پلان های بسیار سرازو باس میشه و اگر از شورای عالی اقتصادی یا از ریاست جمهوری شما با 5 کیلومتر پارکای صنعتی به پلی چرخی بیای، اینجا پارکای صنعتی را ببینی، امرای صنعتکارا بشینی، از او پرسان بکنی که تابال زمین برای زو داده نشده. از سوی هم رئیس جمهور در دومین نشست روند کابل با اشاره به نیروی کار کشور میگوید که بخش بزرگ از جمعیت کشور را کارگران جوان تشکیل میدهد و تلاش میشود که برای کاریابی برای این جوانان نیز برنامه های ریخته شوند. نبود یک قانون معیاری افلاس یا برشکستگی در کشور سبب شده است که در سالهای اخیر صدها شرکت تولیدی و بازرگانی ورشکست شوند. اتاق تجارت صنایع میگوید که حکومت در 17 سال گذشته نتوانسته است برای حمایت از شرکت‌هایی که با ورشکستگی روبرو شده‌اند حمایت کند و این کار سبب رکود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز شده است. در همین حال دفتر مشاور اقتصادی رئیس جمهور میگوید که کار برای طرح جدید قانون ورشکستگی شرکت‌ها جریان دارد و به زودی این قانون در کشور ساخته خواهد شد. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار هستم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی کرکت کشور توانست در نخستین دیدار تدارکاتی برای انجام رقابت‌های راهیابی به جام جهانی تیم ملی وست‌اندیز را با تفاوت 29-2 شکست بدهد. این در حالی است که کرکت بازان کشور فردا در دومین دیدار تدارکاتی خود مقابل هالند بخت آزمایی خواهند کرد. قرار است رقابت‌های راهیابی به جام جهانی به روز شنبه هفته آینده با میزبانی زیمبابوه میان 10 کشور آغاز شود. باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد کشور لقب بهترین مبارز رقابت‌های شب 23 همین ماه میلادی را به دست آورد. کمیسیون ارزیابی سازمان جهانی ACB بعد از ارزیابی به باز محمد مبارز ورزشکار پرآوازه مبارزات آزاد کشور لقب بهترین مبارز 81 دور رقابت‌های مبارزات آزاد این سازمان را که در امارات متحده عرب برگزار شده بود داده است. این در حالی است که باز محمد مبارز در 81 دور رقابت‌های سازمان جهانی عقاب توانست حریف قدرتمند خود از کشور اسکاتلند را شکست بدهد. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.